بیانیه مشترک وزیر خارجه و وزیر مهاجرت کانادا. کانادا حمله به کمپ لیبرتی را محکوم می کند. وزیر خارجه کانادا جان برد و وزیر شهروندی و مهاجرت کانادا کریس الکساندر در بیانیه مشترکی که روز 27 دسامبر صادر شد اعلام کردند کانادا حمله موشکی به کمپ لیبرتی را که منجر به کشته و مجروح شدن ساکنان شده است محکوم می کند. اندیشه های ما در همبستگی با خانواده ها و یاران کسانی است که جان خود را در این خشونت نفرت انگیز از دست دادند. ما برای مجروحان آرزوی بهبودی کامل می کنیم. این حمله اخیر که در ادامه یک رشته حملات قبلی کمپ ایرانیان تبعیدی در عراق را هدف قرار می دهد مطلقاً غیر قابل قبول است. ما به دولت عراق فراخوان می دهیم که مسئول این حمله باید به پای عدالت کشانده شود. کانادا نگرانی خود را مستقیماً با مقامات حکومت عراقی مطرح و مصرانه خواستار امنیت ساکنان خواهد شد. وزارت خارجه فرانسه محکومیت حمله موشکی به لیبرتی. فرانسه دولت عراق را به اتخاذ تدابیر ضروری برای اطمینان از امنیت کمپ لیبرتی و همچنین اشرف فرا می‌خواند. وزارت خارجه فرانسه طی بیانیه‌ای درباره حمله موشکی به لیبرتی که باعث کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 50 نفر در پنجشنبه شب در نزدیکی بغداد شد اعلام کرد. فرانسه حمله‌ای که در نزدیکی فرودگاه بغداد در 26 دسامبر رخ داد را محکوم می‌کند. فرانسه دولت عراق را به اتخاذ تدابیر ضروری برای اطمینان از امنیت کمپ لیبرتی و همچنین اشرف فرا می‌خواند. ما حمایت کامل خود از کمیسر عالی پناهندگان و سازمان ملل در عراق برای تلاش‌هایشان جهت عملی کردن یک راه حل صلح‌آمیز و با دوام تکرار می‌کنیم. بیانیه وزیر امور خارجه ایتالیا محکومیت قاطعانه حمله به کمپ لیبرتی، روم، 27 دسامبر 2013. وزیر امور خارجه ایتالیا محکومیت قاطعانه خود را علیه عمل تروریستی خونین دیروز که ساکنان کمپ لیبرتی را هدف قرار داد اعلام کرد. وی همبستگی خود را با خانواده های شهیدان ابراز داشت و ابراز امیدواری کرد که مجروحان سلامتی خود را باز یابند. اما بونینو وزیر امور خارجه ایتالیا اعلام کرد این واقعی غم‌انگیز بر ضرورت فعال‌تر کردن نیروهای اتحادیه اروپا و سازمان ملل برای کمک به حل و فصل وضعیت پناهندگان کمپ لیبرتی، تأمین حفاظت و امنیت و کمک به پذیرش آنها در کشورهای دیگر را مورد تأکید قرار می‌دهد. وزارت خارجه آلمان: دولت فدرال آلمان حمله به کمپ لیبرتی در عراق را محکوم می‌کند. وزارت خارجه آلمان ضمن محکوم کردن حمله موشکی که باعث کشته و مجروح شدن مجاهدان مستقر در لیبرتی شد، تأکید کرد دولت عراق را فرا می‌خواند به مسئولیت خود در قبال حفاظت از ساکنان کمپ لیبرتی پایبند باشد. در موضع‌گیری وزارت خارجه آلمان همچنین آمده است ما به دولت عراق فراخوان می‌دهیم که برای روشن شدن کامل دلایل این واقعه کمک کند و به همکاری تنگاتنگ با یونامی بپردازد. سنای ایالات متحده
بیانیه سناتور منندز رئیس کمیته خارجی، محکومیت حمله به لیبرتی. سناتور رابرت منندز رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا طی بیانیه‌ای در روز جمعه 27 دسامبر حمله موشکی به لیبرتی را اقدامی انزجارآور توصیف کرد که باید سریعاً محکوم شود. سناتور منندز تأکید کرد شقاوت این حملات به شکل هشدار دهنده‌ای رو به افزایش است. این حملات باید برای همیشه متوقف شود. وی از حکومت عراق خواستار فراهم ساختن اقدامات بیشتر امنیتی برای حفاظت ساکنان کمپ از جمله نصب دیوارها شد و افزود من به دولت اوباما فراخوان می‌دهم تا تلاش‌هایش را مضاعف کند و پروسه انتقال ساکنان لیبرتی را در همکاری با سازمان ملل شتاب بخشد.